آقای سنگدل سلام، وقت شما بخیر. بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه. نظر شما را هم در رابطه به همین موضوع می داشته باشیم. وعده همکاری مقام های ارشد پاکستان در روند سال افغانستان از نظر شما چقدر صادق خواهند بود؟ سلام بر شما و بینده های محترم شما. خب یکی وعده هست، یکی عمل است. من فکر میکنم که نه تنها پاکستان بلکه افغانستان همچنان باید پالیسی های نزدیک شدن به پاکستان باشه و معلومدار پاکستان در گذشته نتوانسته که اعتماد حکومت افغانستان و مردم افغانستان به دست بیاره تا این دو کشور که از نقطه نظر فرهنگی و از نقطه نظر سرحد نزدیک هستن با هم دیگر کار کنند. و من فکر میکنم که باید از طرف حکومت هم تدابیری را داشته باشیم، نه تنها که ما تنها اعتماد میکنیم که پاکستان گفتن با ما هم کار هستن و ما باور کنیم، باید از طرف هر دو جانب در نخست باید اعتماد سازی باشه، صداقت باشه و این تنها به حرف نمیشه، به عمل کرد ها میشه. و من فکر میکنم که مشکل افغانستان تنها مشکل پاکستان هم ما با پاکستان مشکل باور شده همه چیز. مشکل اساسی که در افغانستان هست نظم سیاسی است. در داخل افغانستان ما نظم سیاسی نداریم و یک دیدگاه ملی وجود ندارد که برای داشته ها و ارزش های افغانستان کار کنیم و این سبب شده که اکثریت کشورهای منطقه چی در حال چی در گذشته از انرژی پوشیده ما شما استفاده کردن و ما امیدوار هستم که در رأس کسی قرار داره امریکایی ها هستن، نه فشار بلکه پاکستانی ها را قناعت بدن که ثبات در افغانستان میتونه ثبات در پاکستان باشه و ثبات در پاکستان افغانستان میتونه ثبات در هند باشه و کار نشه که ما با پاکستان نزدیک شیم و مشکلات با هند میشه. بنابراین اینجا یک تحرکات فکری کسانی که تجربه در ساختن نظام داره بسیار کمک میکنه که در کنار دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب شهوانی باشن تا اونا نه تنها از داشته های تجربه که در جنگ دارن، بخصوص دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب شهوانی تجربه در تئوری دارن، نه تنها در پرکتیک، اینا رو کمک بکنن تا در ساختن نظام منطقه و کشور کمک شن. درست. آقای سنگدل، آنچه که شما یادآوری کردین صرف در حد حرف نمیشه، باید عملی باشه. در گذشته هم پاکستان بارها این تعهد کرده بود که سیاست ما در مقابل افغانستان تغییر کرده، ما خواهان صلح در افغانستان هستیم، حتی طالبان ما پای میز مذاکره میکشانیم و وعده های زیاد به افغانستان دادن. همچنان البته تعهد او زمانی که دادن با تعهد حال تفاوت دیده میشه؟ این فکر میکنین حال با رفتن آقای عبدالله به پاکستان و تعهدی که وزیر خارجه پاکستان داده به افغانستان که ما از پروسه صلح حمایت میکنیم و نشست قطر هم که یک نتیجه مطلوب خواهد داشت، چگونه شما فکر میکنین؟ آیا واقعا دیدگاه ها تغییر کرده، سیاست چان در مقابل افغانستان تغییر کرده و خواهان صلح در افغانستان هستند؟ خب سیاست تغییر نکرده، عملکرد همیشون یک متفاوت باشه. باید سوال کرد که آیا دیدگاه دکتر صاحب عبدالله دیدگاه خودش است یا دیدگاه حکومت است. این بسیار تاثیرگذار است. اگر دیدگاه خود دکتر صاحب عبدالله باشه و یک مسئله اجرایی نباشه، باز هم روی کاغذ میمونه. در نخست ما باید از خود سوال کنیم که دیدگاه های ما آیا دیدگاه ما یا دیدگاه من است. این فرق میکنه و پالیسی پاکستان هیچ وقت در مقابل افغانستان به اینقدر زودی و سادگی تغییر نمیکنه که یک افغانستان باثبات باشه. شاید عملکردهای کوتاه‌مدت تغییر بکنه به دلیل ازی که نزدیک شوند با افغانستان. بنابراین در شرایط کنونی عملکردهای پاکستانی ها را برخوردهای امریکایی ها تغییر دادن و امریکایی ها خواستند که از طریق پاکستان استفاده کنند تا مشکل اساسی که با طالب ها دارن روی میز مذاکره بیاید و این چنین کار که شد و همچنان با افغان ها. اما در اینجا چون یک مذاکره پیچیده است و منافع پیچیده است، پاکستان به طرف خود کش میکنه که منافع داشته باشه که در افغانستان یک حکومت به وجود بیاید که از داشته ها و گپ های کلان پاکستان در افغانستان دفاع بکنه. این از طرف خود کوشش میکنه که در افغانستان یک نظام باشه که از گپ های کلان هند کمک بسا بکنه. روسیه و چین یک طرف کش میکنه، ایران دیگه طرف کش میکنه، امریکا دیگه طرف. بنابراین در این یک ایره برنامه مذاکره پیچیده میگن و این مسئله زمان هست حل میشه که پاشیدگی های داخلی منسجم شود و تمام این کشورها را منطقه و جهان قناعت بدن که ما یک کشور بی‌طرف و یک کشور هستیم که نمیتونه خطر به هیچ کس باشه و ما با هم دوستی داریم مطابق به نیازمندی های افغانستان.
افغانستان 100 سال است که هیچ نوع پالیسی خارجی نداره و عملکردهای سیاسیشون تصادفی هستند. شاید بعد یک سال دو سال ما رابط خوب با پاکستان داشته باشیم، بعد باز دوباره رابط ما خراب میشه. بنابراین یک مکانیزم فریمورک کاری لازم است که تا برای امروز نتیجه بده و همچنان برای فردا. اگر برای موقتی نتیجه بده پس ما دوباره در این مشکل میاییم و این صرف میتواند انستیتوشن های معتبر که در داخل افغانستان است، نهادهای علمی، اشخاص اکادمیک مشوره بدن حکومت کسانی که در رأس قرار دارد تا برای نظام ساختن و فکرهای اندیشه افغانی منطقه‌ای و فراتر از افغانستان کار بکنیم. امروز اگر در دو مذاکره نتیجه نمیده به دلیل که در مذاکره دو کسان اشتراک کردن که اکثریتشان در جنگ تجربه دارن نه در ساختن نظام. وقتی که در کسی که در جنگ تجربه داره در ساختن نظام تجربه داره این برمون بس میشه. عین شکل به طرف طالب هم چنان کسان در مزه مذاکره است که اینا اکثریتشان در جنگ تجربه دارن. بنابراین در اینجا میانجیگر زیر است. میانجیگر کی باید باشه؟ امریکا با طالب نمیتونه که میانجیگر باشه به خاطر که نه حکومت بالاش اعتماد داره و نه طالب ها بالاش اعتماد دارن. من لازم میبینم که در تیم مذاکره فرنگ در دو است اگر ما میخواهیم که واقعا یک سول پایدار داشته باشیم باید یک میانجیگر یک تیم متخصصی باشه که نه طرف طالب باشه نه طرف به حساب حکومت باشه تا بتونن این دو بخش قناعت بده و همچنان جامعه جهانی قناعت بده که باز 11 سپتامبر در منطقه فراتر از منطقه به حساب روبرو نشن. درست آقای سنگدل، آنچه که شما هم یادآوری کردین، آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان یک بار دیگر از همکاریش در قسمت افغانستان از روند سال اطمینان داده که ما صادق هستیم و همچنان گفته که در قسمت مورد گفتگوهای میان افغانان ابراز امیدواری کرده و تمام تصامیم نشست قابل قبول به پاکستان گفته. موضوع سوالی که ما میخوایم بپرسیم این است که چه ضمانت وجود داره که پاکستان دوباره موضع خود را تغییر نده؟ خب پاکستانی ها مستقیم نتونستن بگویند به خاطر که نقطه نظر دیپلماسی نمیتونن بگویند پاکستان از طالب ها حمایت کردن. یعنی منظور از ایناست که پروسه صلح فعلا چه قسمی که جریان به نفع طالب ها است. یعنی به منظور از اینکه طالب پاکستانی ها با امریکایی ها به تفاهم رسیدن که در سیاست کلان افغانستان در رأس قدرت باید طالب ها باشه و طالب ها یک تاریخچه نزدیک با پاکستان داره و می دلیل است که حمایت میکنه از پروسه صلح تا زمانی که به نفع طالب ها باشه. یعنی در اقتدار سیاسی طالب ها در افغانستان حضور پیدا کنه قدرت سیاسی را بگیرد پاکستان از او حساب پشتیبانی میکنه. اگر هر زمانی که احساس کردن که در قدرت سیاسی افغانستان کس دیگه میره شخص دیگه میره که با پاکستانی ها نزدیک نیستن و دوباره بی‌ثباتی مذاکره را ایجاد میکنن، من فکر میکنم تا جایی که تحلیل میکنم به حساب نظر من این تفاهم با جامعه جهانی و امریکایی ها رسیدن که باید در قدرت سیاسی افغانستان طالب ها در رأس قرار داشته باشند و 30 یا 35% رهبران سنتی که در گذشته در جهاد بودن در قدرت باشه تا قدرت در رأسش طالب ها باشه. به مو خاطر است که بسیار علاقمندی به این پروسه صلح دارن و این نداره به خاطر این میفهمه که طالب ها با پاکستانی ها نزدیک هستند و به می خاطر است که پاکستان مستقیم گفته نداره من تا پروسه صلح تحت رهبریت طالب ها اونو حمایت میکنه. درست، در قسمتی که اگر کدام ضمانت وجود نداره بس تدابیری که باید حکومت افغانستان داشته باشد این قسمت چی باید باشه؟ خب در این مذاکرات پیچیده مشکل است که ما ضمانت بگوییم، منتها میتونیم که موانع خطرات را بگیریم با شما حکومت ما به شرطی که حکومت ما صادقانه کار کنند و از داشته های کشور که در داخل کشور است زیر بیرق افغانستان نمی کنند از اون داشته ها استفاده کنند و 90% رهبرانی که امروز خلاف حکومت است اینا حکومت با خود را نزدیک بکنه. وقتی که نا نزدیک شد ما یک صدا میشیم، وقتی که یک صدا شدیم ما میتونیم در مقابل پاکستان و در مقابل طالب ها و در مقابل جهان منطق حفظ داشته هایی که یک جا ما ایجاد کردیم پشتیبانی بکنیم. باید گفت که مذاکرات پروسی فیلی که وجود داره تا ماه نوامبر نتیجه نمیده به هیچ وجه، حتی تا آخر سال نتیجه نمیده به دلیل اینکه حکومت افغانستان امیدوار است که در بعد از انتخابات ماه نوامبر امریکا یک تغییرات در پالیسی خارجی امریکایی ها در افغانستان و منطقه شاید بیاید و اینا تلاش میکنن که تا 14 سال به قدرت باشند. به اون دلیل است که شما ببینید بالا یک فریمورک مذاکره تقریبا 2-3 هفته طول میشه و من فکر میکنم که شاید طولانی شه و اگر مذاکرات روبرو هم شروع شه نتیجهش تا ماه نوامبر و دسامبر به نتیجه نمیرسن تا زمانی که نتیجه حتی میتونه دورتر از ماه نوامبر دسامبر تا زمانی که نتیجه انتخابات در امریکا
روشن نشه افغانستان و پروسیس را نمیتونم که بگویم اتون که خوبتر پیش خواهد و یا نتیجه خواهد داشته باشه. درست. آقای سنگدل، پیش ازی که بیاییم این نشست چقدر زمان در بر خواهد گرفت، پیش از این سوالی که من میخواهیم بپرسم، وزیر خارجه پاکستان گفته که شماری در تلاش تخریب روند صلح افغانستان هستند و میخواهند که از این روند به نفع خودشان استفاده کنند. هدف وزیر خارجه پاکستان از چی کسانی بوده؟ در داخل افغانستان یک گروهی که در قدرت هستن، اونا تلاش دارن یا نه قدرت به دستشون آمده، سخت تلاش میکنن که پروسه طولانی شود تا 1403 و آرزو ندارن که واسه پروسه صلح پیش بره. یک گروه. گروه دومی که در افغانستان هستن کسانی هستن که با جیب خالی آمدن، جیباشون پر شدن و از نقطه نظر اقتصادی بسیار پولدار شدن و اونا نگران از پروسه صلح نیست، از پول خود هستن که اگر ثبات در کشور بیاید از اونا سوال میشه که این پولها و بلدنگ ها و تعمیرات ناسیوکری در مسئله داخل کشور است. در مسئله بیرون از کشور، کسی که مخالفت داره و علاقمندی به پروسه نداره او کشور هند است که سخت نگران است از حضور دوباره طالب ها در افغانستان و نزدیک شدنشان با پاکستانی ها. اگر از نقطه نظر منطقه بگیم، ایران تلاش میکنه اما چون ایران شیمه خودش نداره چیزی که نمیتونه که موثر باشه و دو کشوری که بسیار میتونه موثر باشه و او چین و روسیه است که تلاش میکنن که داد و ستد بین امریکایی ها اینا باشن. من نمیخوام بگم که اونا نمیخوان پروسه صلح افغانستان پیش بره، اما میخوان که منفعت چین و روسیه حفظ شوه و چیز اصول بکنن. اگر در این منطقه چیز اصول نکنن، در منطقه که اینا حضور دارن امریکایی ها هستن، یک تفاهم سیاسی بینشان شوه در این مسئله هستن و این خودش چیزی است که نه امریکایی ها میخوان و نه پاکستان میخواد. تیمی که زیاد علاقمندی به پروسه صلح امروز داره، سخت پروسه علاقمند داره، او در نخست پاکستان است، بعدا به حساب امریکایی هاست و بعدا به حساب طالب ها هستند. سه گروه است که علاقمندی دارند، چون نتیجه پروسه مذاکره را اینا تقریبا پیش بینی کردن که نتیجه مذاکره به نفع اینا است. درست. آقای سنگدل، پاکستان گفته که ما از پروسه صلح حمایت میکنیم و نتیجه نشست قطر هم مطلوب خواهد بود. به نظر شما پاکستان در بدل صلح و ثبات افغانستان چی خواهد خواست؟ خب پاکستانی ها خوب بازی کردن و یک دیپلماسی بسیار فوق‌العاده پیش بردن، احساساتی صحبت نمیکنن که برعکس در کشور ما سیاسی ما همیشه احساساتی صحبت کردن، بخصوص اشخاصی که در دست قرار دارن و در همین زمانی که ما مشغول انتخابات بودیم فاصله گرفتیم از جامعه جهانی، مگر پاکستانی ها با کسی که فاصله گرفتند که امریکایی ها بودن دوباره پس نزدیک شدن و نقطه نظر مالی و مسائل نظامی جامعه جهانی بهشان کمک میکنن، چون بارها پاکستانی ها گفتن که مشکل در امی کشور ما است. اونها هیچ وقت رد نکردن که مشکل در این تروریسم نیست یا طالب ها نیست، همیشه گفتن که این مشکل است، این واقعیت است و از نقطه نظر نظامی و مالی جامعه جهانی بهشان زیاد کمک کردن و از یک استفاده خوب میکنن و این حرف اول است. حرف دومی هستن که منفعت طالب ها همی هستن که نگرانی از اینا بودن که 20 سال افغانستان خب پیشرفت یا نه، حداقل از 20 سال گذشته خوب پیشرفت کردیم، یک بعض اینستیتوشن ها ایجاد شد، ثبات سیاسی و اقتصادی آمد و اینا نگران است اگر 20 سال دیگه ما دوباره وقت داشته باشیم خوبتر شاید پیش بریم و نشه که یک روز توانمندی های فوق العاده پیدا کنیم و مخالف پالیسی های پاکستانی ها عمل کنیم و با این نزدیک شیم که ما با این نزدیک هم شدیم. فاصله ای ما هر چقدر با این نزدیک میشه یا با این ما کار بکنیم، نگرانی پاکستان زیاد میشه. به او دلیل است که منفعت پاکستانی ها اگر طالب ها در قدرت سیاسی بیایند، شما شاید در آینده خواهد شاید بودیم که یگانه فاصله ای که دولت اگر طالب ها در قدرت بیایند از هند میگیره و این چیزی که پاکستانی ها میخواهد. بنان پاکستانی ها تا آرزو ازی دارند اگر پروسه صلح یا حکومت افغانستان فعلا که از یا مثلا به پروسه صلح بایک نگویند یا جنبند، شاید عملکردهای را انجام بدن توسط این طالب ها که دستاوردهای حداقل 20 ساله ما شما زیر سوال میره. بنابراین پیشرفت و رشد ترقی افغانستان اگر روابط خوب نداشته باشه نگران کننده برای پاکستان است و حال چون پاکستان علاقمندی زیاد که داره و از سود زیاد میبرد، چون تقریبا 90% مطمئن هستند که در افغانستان حکومت حضور خواهد کرد که در خط کاری اول در منطقه منافع پاکستان را نظر میگیره و پاکستان میتونه که نگران نباشه. اگر شما در حکومت طالبان در گذشته بیان داشته باشه، پاکستان اولین کشور بود که بر رسمیت شناخت. بنان این نگران است. بنان ما در اینجا باید اگر میخوایم که در منطقه ثبات بیاید، اما قدر که بالای روابط که فکر میکنیم که پاکستان دشمن ماست، اگر ما بالای این کار کنیم که پاکستانی ها را قناعت بدیم که نه
ما میتونیم یک پارتنر خوب باشیم، یک دوست خوب باشیم، به شرط دیگه که منفعت ها مشترک باشه. ولو اگر شما 70% منفعت شما باشه 20% منفعت ما هم باشه، میتونه که موثر باشه. بنابراین ما نیازمند هستیم. پس یعنی آقای سنگدل، از نظر شما منفی پاکستان در نتیجه مطلوب دوحه خواهد بود یا در ادامه جنگ یا ناامنی ها؟ اگر حکومت کنونی قدرت باشه در جنگ، اگر طلب ها باید در صلح، بنان چون امروز حکومت کس مستقیم از تریبون افغانستان از زیر بیرق افغانستان کسانی که در حکومت در رأس قرار دارن پاکستان را تحریک میکنند و پاکستان از این نگران است و خوشش نمیاد. بنان دو سوال میتونه باشه: اگر پروسه صلح پیش بره، خود طالب ها میاد و اونها از جزای داره. اگر پروسه صلح نتیجه نده و می حکومت مشکل باقی مونه، شاید طالب ها هم دوباره انرژی بگیره و منتظر شاید حکومت و مردم مشکل باشه. درست. آقای سنگدل، اگر نظرتان در قسمت نشست دوحه داشته باشیم، دلیل تاخیر این نشست در چی میبینین؟ آیا این تاخیرها به خاطر انتخابات 2021 آمریکا هست یا که مسائل دیگر در بر میگیره؟ 2020 بخوایم بگیم، در ماه نوامبر پروگرام رو نمیدن. 2020 بله. خب حکومت نتیجه مذاکرات پیش بینی کرده و غیر مستقیم جامعه جهانی به خصوص امریکا که در رأس قرار برای حکومت گفته که عمر شما 5 6 7 8 ماه دیگر نمانده و 4 5 ماه، چون تمام جامعه جهانی و به خصوص امریکا و پاکستان در تلاش هستند که یک حکومت موقت یا سرپرست یا عبوری هر چیزی باشه واسه به وجود بیاید و چیزی که حکومت ما نمیخواد. و به مو خاطر است که تیمی که در دو هفته شما اگر صحبت های معاون اول و معاون دوم و رئیس جمهور تحقیق بکنین، اونا گفتن به صورت که تیم صلاحیت نداره. بنا وقتی یک تیم صلاحیت نمی داشته باشه، ما فکر نمی کنم که اونا بتونن مذاکره رو خوب پیش برن. یک مسئله است و تاخیر انداختن مذاکره به نفع حکومت است که به طرف انتخابات آمریکا پیش بشه و یک دیدگاه مشخص در منطقه هم از آمریکا شاید روشن شود. و به می دلیل است که هر روزی که اینا به تاخیر میفته به نفع از اینا هست و امیدواری حکومت ما این است که میتونن در بعد از مورد مبارک امریکایی ها را قناعت بدن که نه با ما کار کنه. و ما فکر میکنم بسیار خواهد دشوار بود به خاطر که امریکایی ها به این عقیده رسیدن که جنگ 20 سال افغانستان، تا خود ترامپ گفت که جنگ احمقانه است و نتیجه نداده. و از نقطه نظر منطق لیدرشپ همچنان چون این جنگ 20 سال نتیجه نداد، به هر شکلی که شود باید به یک راه حل پیدا شود. این را ما نمیتونم که بگویم مذاکره بگویم، این را میگم یک صحبت های یا معامله های سیاسی که میشه. پروسه صلح خب به اشخاص توانمند کار دارد که برای نظام ساختن صحبت کنند، اما کسانی که در تیم دو طرف اشتراک کردن، هم طرف طالب ها و هم از طرف حکومت، اشخاص کارشناس نظام ساز نیستند، کسانی هستند که در قدرت سیاسی وجود داشتن یا خودشان یا پدرشان. به او خاطر که یک معامله سیاسی است که نمیخوان تقسیم بکنن قدرت آینده افغانستان. و حتی تا جایی که من احساس میکنم حکومت تلاش داره که طالب ها را به 50% قناعت بده، چیزی که طالب ها نمیخواهند. و به می دلیل است که مذاکره را هر چی که پیشیده شده به نفع حکومت است و به ضرر امریکا و به ضرر پاکستان است. یعنی از نظر شما چقدر زمان در بر خواهد گرفت؟ چنانچه توافقنامه ای که بین گروه طالبان و امریکا به امضا رسید 11 دور و 18 ماه را در بر گرفت تا اینا به یک توافق رسیدن. حال چگونه فکر میکنین توافقنامه حکومت با طالبان چقدر زمان در بر خواهد گرفت؟ خب نظر به پیشنهاد خلیلزاد گفته بودم تقریبا 100 روز باید مشکل حل شه. خب مذاکره طالب ها با امریکایی ها حرف دیگر بود، پیچیدگی های دیگری داشت. فکر نمی کنم این چون پیچیدگی ها در افغانستان باشه، اما فعلا زمان به هر شکل اگر مذاکره فردا هم آغاز شه، نتیجهش تا اخیر سال 2020 معلوم نمیشه، به خاطر از اینکه تمام سیاسیون در افغانستان که در قدرت هستن انتظار نتیجه در امریکا دارن. و باید فراموش نکردیم که تنها مذاکره صلح یا پروسه ای که انتقال قدرت و یا تغییر حکومت و یا حکومت موقت تنها کار اخیر نیست. اینجا مسئله ای است که طالب هایی که در جنگ و در ایران آیندهشان چی میشه، اصلا چی رقم جمع میشه، بالای نظام چطور صحبت میشه، حقوق مسائل حقوق بشر، مسائل خانم ها، تنها خونه است که خانم ها برن درس بخونن دیگه مثلا نمیاد. تمام آزادی هایی که یک مرد داره، حالا به زنها هم اجازه میتن مثلا سپورت بکنن، مثلا موزیک بخونن، مثلا هنرمند شن، مثلا کار کنن، مثلا وزیر شن، یعنی تنها هایی نیست که با حکومت با طالب ها جور میه و مسئله حل میشه. امروز این مذاکره مذاکره پیچیده است که از دو طرف درست نمیتونه تشریح کنه دیدگاه خود. به طور مثال اگر شما از حکومت ببینید پشت یک کلمه خود را پات کردن میگن جمهوریت، اگر شما بگین که ببین جمهوریت تشریح بکنین
تشریح نمیشه و بعض اوقات میتونن همیشه میگن که مردم افغانستان تصمیم بگیری خودش از نقطه نظر اصول مذاکره خلاف مذاکره است که شما میگن مردم هم در مذاکره خود دخیل نیست یا مردم چیزی که باید مردم که دخیل است و اگر دخیل هم صلاحیت تصمیم گیری نداره. از طرف طالب ها که همچنان میگن ما هر سوالی که شما بکنین و هر چیک پرسون کنین میگن ما حکومت اسلامی میخوایم، مگر شما تشریح کنین که برادر پنج موردی که در افغانستان اسلام تطبیق نشده شما بگین چی است؟ گفته نمیتونن. اگر ما مطابق اسلام در افغانستان برخورد نکردیم بگوش شما بگین 1 2 3 4 5 چی است که ما خود عیار بسازیم. بنا در اینجا این کلمات است که به خاطر پیچیدگی های مذاکره را میخواد پیچیده بسازه تا زمان به حساب کمایش و به هر حالتی که باشه اگر این معضله هم حل شه به یکقدر زودی ما نمیتونیم که نتیجه این نتیجه نشست بگیریم، چون طرفین نه صداقت دارن با در صحبت ها و نه اعتماد دارن با یکی دیگر و در اینجا متاسفانه بگویم که جامعه اکادمیک افغانستان حضور نداره. کسانی که نظام میسازن یا تجربه در ساختن نظام دارن، ایدئولوژی های سیاسی را میفهمن، نظام های مختلف جهان را میفهمن، اینا حضور ندارن که از دو طرف مشوره بدن. و آمریکایی ها هم چون که در بین هستن اعتماد بالایش نیستن و از نیازمندی های واقعی افغانستان نظام ساختن ما اونا آگاهی ندارن. بنان همه چیز تقریبا یا امو طالب جنگ آور تصادفی پیش میره یا به طور از احساسات استفاده میکنه. بنان در اینجا جهان که به فکر اندیشی علمی پیش میره، اما ما شما در افغانستان متاسفانه اگر در تاریخ 80 ساله یا 85 ساله اکادمیک افغانستان رو بگیریم، نهادهای علمی، انستیتوشن های علمی، متخصصین در مسائل کلان کشور دخیل نبودن. اونا نظام ساختن اما نظام توسعه نتونستن بدن. نظام اگر توسعه دادن نظام خود حفظ نکردن. تمام نهادهای خصوصی و دولتی که امروز حضور داره توسط نهادهای علمی جوش ده، اما امروز یک شخص از نهادهای علمی در این مذاکره حضور نداره. پس جمهوریت نشد. یا به طور مثال اگر شما از نقطه نظر دین اسلام بگید که خود انصاف نشد. بنابراین در اینجا یک نگرانی کلانه که من نیست یک کسی که در این عرصه تحقیق کرده و تحقیق میکنم یه است که اشخاص موثر نظام ساز حضور نداره و این دیگه هم پیچیده نیست. درست. آقای سنگدل، مواردی که شما یادآوری کردین دیده میشه که مشکلات زیاده در قسمت نشست دو هم وجود داره و زمانگیر خواهد بود. یکی از انتقادات و مشکلاتی که وجود دارد در قسمت ترکیب هیئت حکومت افغانستان است. اگر این پروسه زمانگیر شود و زمان زیاده در بر بگیره، فکر میکنین که در ترکیب هیئت حکومت افغانستان هم تغییرات به وجود بیاید؟ خب حکومت تغییرات همیشه بدون سنجش میار آورده و میارن و همیش به سبب شده که تمام عملکردهای کسایی که در رأس قرار داره زیر سوال برده شده امروز به دلیل ازی که اونا شاید خودشان توانمندی داشته باشن، اما اشخاص را که انتخاب کردن اشخاص اکثریتشان اشخاص تصادفی و یا ضعیف بودن شاید تغییرات بیاره. اما هر تغییری که بیاره اگر فرزندان کسی که در جنگ دخیل بودن اونا برن افغانستان معرفی کنه امکان نداره، یا اشخاصی که در احزاب سیاسی هستند هیچ نوع دانش سیاسی و عملکردهای مدرن قرن 21 که مطابق با نیازمندی افغانستان اگر بساب نباشند نتیجه نمیده. شما میتونید که حیات تغییر تبدیل بکنین، اما باید در حیات کسی باشن که منافع ملی در راست قرار داشته، یک و دوم دیگر آگاهی وسط کشور و منطقه و جهان داشته. شما اگر از شما مثلا که در تلویزیون شما اکثریت متخصصین میان تحلیل میکنن از نقطه نظر حقوقی و نقطه روابط بین و اقتصاد و افغانستان و شمسناس، شما یک از اینا رو ندیدید. اگر ما نام بگیم مثلا ده ها تن است که من خودم عاشق صحبت های از اونها هستم، میبینم اشخاص بسیار موثر در رشته خود هستن، مسائل حقوقی هست، مسائل حقوق بشر هستن، اون این اشخاص نیستن، حضور ندارن. پس این اشخاص که نیست خود حکومت عملکردهاش زیر سوال میبره و حکومت نمیتونه منفعت ببره. من نمیگم که سیاسیون بچه دوستون سیاست نکنه، بچه نور سیاست نکنه، بکنن، چون علاقه شاید به سیاست داشته باشن، مگر من به طور مثال به سیاست علاقه ندارم، مگر به خاطر ساختن نظام علاقه دارم، به دلیل اینکه فردا پیش فرزن شرمنده نباشم که من در ساختن نظام کشورم سهم نداشتیم. نون در افغانستان همه چیز مکس شده، یعنی یک ویر بسا میگن بی‌نظمی سیاسی است، هر کس میاد دست میزنه بدون از اینکه توانمندی و آگاهی داشته باشه و این سبب از میشه که ما نظام نمیسازه. ما پیش میریم اما موقتی. یعنی آقای سنگدل، هدفتان این است که یک اجماع داخلی که در کشور باید وجود داشته باشه وجود نداره؟ این اجماع داخلی که سیاسی هست همین کسانی که نظام ساز هست میتونه بسته وجود بکنه. یکی اجماع سیاسی بین سیاسون وجود نداره، چون اینا
اما مبارزشان گرفتن قدرت است و حفظ قدرت است. یک مسئله است. این سیاسی روانسان. مسئله دیگری است که کسانی که نظام ساز هستند در حکومت حضور ندارند. شما یک شخص را نام بگیرید که اونا از نقطه نظر علمی، از نقطه نظر مدرهای جهان معلومات داشته باشد که حکومت مشوره بده یا طالب ها را مشوره بده و حتی جامعه جهانی امریکایی ها را مشوره بدن. این همین سبب شده که ما 20 سال در افغانستان می جنگیم و نتیجه جنگ نداده، هم از نقطه نظر مالی هم از نقطه نظر جان هزاران انسان. برای در اینجا تا زمانی که حکومت تصمیم نگیره که کسی که میتونه حکومت را کمک بکنه و ارزش های ملی را ایجاد بکنه. ببین اگر ما امروز مشکل داریم در افغانستان به این معنی است ما دیروز کار نکردیم درست، یعنی دیروز در رأس یا در انستیتوشن ها اشخاص موثر نبود. و اگر پروسه سال امروز پیش نمیره و بی‌نظمی مذاکره وجود داره به این معنی است که اشخاص نیست که در اینجا مشوره های خوب بده. به طور مثال دو مشکلی که امروز در دو آمده، یک مشکل ازی است که قرارداد امریکا در اگر در صورت کدام مشکل رو بروشه قراردادی که با امریکا یا طالبان امضا کرده قرارداد مادر باشه، یک مسئله است. و مسئله دوم است اگر ما رو بروی مشکل شدیم ما از فقه نفی استفاده میکنیم. بنابراین در اینجا دو طرف میگن نه. پس به این معنی است که پیش از اینکه ما مشکل رو تعلیم کنیم ما وقت میگیم با این چی بگیم، یعنی اگر نشست هم میکنیم اگر مشکل پیدا شد بعدا باز ما تصمیم میگیریم که از کدام فقه استفاده کنیم، از کدام قرارداد امریکا یا چی بشه. پیش از اینکه ما نتیجه نشست خود تصمیم کنیم وقت تصمیم میگیریم که چی باشه، یعنی در ذهن از اونها است که مشکل میآید، بدون مشکل نیست. اما ما متأکد وقتی که نابیش نشد به نیازمندی به این نباشه قرارداد امریکا یا قرارداد مادر باشه یا اصل خنفی بس استفاده شه. یا به عبارت دیگر شما وقتی که در کشور مسائل دینی را مسائل اقتصادی را سیاسی را شما مخلوط میسازید این خودش نتیجه نمیده. اکثریت کشورها اسلام در جای خود است، اقتصاد در جای خود است، سیاست در جای خود است، اما در کشور ما همه چیز میکس شده و همین سبب شده که نتیجه نمیده. به خاطر هرچه ما دیدی امکار اقتصاد ما در دین اسلام میبینیم، سیاست ما در دین اسلام میبینیم، هست در دیگر مسائل است که متد های است که به دین مذهب ما ضرر نمیرسه. آقای سنگ دل، پس نتیجه نشست دوهره با توجه به حرفای شما مشکلاتی که یادآوری کردین، حکومت خواهان جمهوریت است و همچنان طالبان نظام قبول ندارن و خواهان حکومت موقت و بعض حرفای مشکلاتی که در این قسمت وجود داره، نتیجه نشست دوهره چگونه فکر میکنین؟ خب نتیجه اگر به این منوالی که ما شما پیش بینیم پیش برن حکومت شاید نتیجه بده، نتیجه موقتی میده دوباره باز ما خلاف پیدا میکنیم. یعنی منظور از که شاید پیش برن مثل که در گذشته هم قدرت تقسیم شده شاید تقسیم شد اما نتیجه نده. اگر ما میخوایم که اما مشکل حساسی افغانستان رو درک بکنیم و مطابق به او عمل کنیم باید کسانی که در توانمندی داره شاگرد شاید این نتیجه یک شش ماه یک سال یا یک سال بده، اما به هر صورت باش تا آخر سال 2020 نتیجه نمیده، نتیجه به حساب می رقم پیش میره و اگر یه اشخاص باشن خب پس دوباره ما هم یک سال دو سال شاید در یک فلوسی آرام باشه پس دوباره به جنگ میره. چرا جنگ در افغانستان؟ اگر تو سوال بکنیم چرا ما در منطقه مشکل داریم؟ به خاطر اینکه نظام سیاسی ما جاوگوی شرایط امروز نیست. مشکل اساسی افغانستان پاشیدگی داخلی است و پاشیدگی داخلی ربط مستقیم به نظام سیاسی داره. یعنی این نظام سیاسی که امروز ما داریم جوابگو نیست. اگر شما بعضی رهبران ببینید تا دیروز علاقمندی به ریاست داشت بعدا وزارت شد، حال از وزارت هم علاقمندی کس ندارن، ما اون اول هم ندارن، میگه کل اقوام اقوام که در رأس رهبران شد میخوای رئیس جمهور شد. بنابراین در یک مشکل نظام سیاسی است، یعنی نظام سیاسی امروز جوابگو نیست. اگر ما میخوایم که یک ثبات همیشگی در افغانستان آورده شود باید از متخصصین دعوت شود که تحلیل بکنن که امی جنگ 50 ساله چرا است. بنابراین ما باز مثل که جالتا شما میرین میگه از پیش بر شما دعوت است، صد سوال شما میکنه که شما چی مریضی دارید، کجانتان داره، دستتان، سرتان، تا زمانی که دوای موثر پیدا کنه به شما بده. اما ما میخوایم مشکل حل کنیم بدون از اینکه مشکل بفهمیم که حل کنیم مشکل چی است. تا زمانی که ما مشکل شناسایی نکنیم که مشکل جنگ ما بین خود که میجنگیم یکی دیگر را میکشیم چی است و بنابراین بعدا سر نظام فکر شد اما نظامی که جاکو برای نسل امروز و نسل فردا باشه کار شود و مؤسسات به طرف یک ملت شدن. امروز مشکل اساسی افغانستانی است که ما نه یک ملت هستیم، نه یک اراده داریم و نه یک هدف داریم و همین سبب شده که در منطقه و از فراتر از منطقه از مجموع استفاده کرده و مؤثر برای مجموع نبوده. درست. آقای سنگل، آنچه که شما یادآوری کردین اگر به همین منوال پیش بریم نتیجه نشست دوها هم نتیجه مثبتی که باید داشته باشه نداره، پس نتیجه ندادن این نشست چقدر میتونه که خطرناک باشه به افغانستان و کشورهای منطقه؟
خب به منطقه موثر میتونه باشه، بخاطر منطقه خود در این منطقه یگانه کشوری که همیشه ابو میدان جنگ کشورهای اول قدرت دنیا بوده افغانستان بوده. اگر ما شما 100 سال تاریخ افغانستان مطالعه کنیم، ما همیشه تاریخ جنگ داریم و همیشه سیاسیون ما و مردم ما به جنگ ها افتخار کردن، به تاریخ جنگ افتخار کردن که ما انگلیس شکست دادیم، روس شکست دادیم، امریکا را که شکست دادیم. و یک کشوری که به جنگ افتخار کنه بسیار مشکل است که آدم بگه که به کدام طرف بریم. اما مالدار متضرر اصلی همین نظام که از اقل ایجاد شده و متضرر میشه، و اگر مستقیم بگه که متضرر میشه، ما و شما شهروندان عادی کشور که هستیم متضرر میشیم. برای از اینکه ما متضرر نشیم، باید منایس یک کسی که متحقق کنده یا سم پیشنهاد میکنه که باید حکومت تصمیم بگیره که نظام میسازه، نه تنها نظام حفظ میکنه. ساختن نظام و حفظ کردن نظام فرق میکنه. اول نظام ساخته شه باز حفظ شه، یعنی ما نظام نداریم که جواب باشه. و برای ساختن نظام چهار تیم متخصص نیازمند داره، یعنی حیاتی است. اگر چون این چهار تیم متخصص نباشه، افغانستان هیچ وقت به طرف صلح سوال نمیشه. تیم اول متخصص باشه که یک پاشیدگی های داخل بین سیاسون از بین ببره و این سیاسون یک آواز داشته باشه که تا ما یک ملت شه، یک مسئله است. تیم متخصص باشه که به جای اینکه ما به ضد پاکستان فکر کنیم، آنتی پاکستانیش فکر کنیم، ما باید در منطقه را قناعت بدیم که از کشور ما پلتفرم جنگ استفاده نکنن و همکاری های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در منطقه به صورت بیاره. تیم سوم باید تیم باشه که تیم متخصص جهانی شناس باشه، تا کشورهای جهان اول قدرت دنیا که از کشور ما استفاده کردن در این 50 سال اخیر، به اینا قناعت داده شد که منافع های شغل در ثبات در افغانستان مساب می باشن، نه در بی ثبات افغانستان. با چی تیم چهارم باید میتونه باشه که طالب ها را که اکثریتشان از ناگاهی آگاهی ندارن جنگ میکنن، این طالب ها را قناعت داده شد که شما فرزندان این کشور هستید، بیاین در کشورتون، و اینا قناعت داده شد که کشورهای منطقه به او خود از ما استفاده نکنن. اما اگر این چهار تیم نباشه و تنها 18 نفر و 20 نفره که در افغانستان قدرت انحصار کردن برای ما فکر کنن، معلومدار که نتیجه در از مدت نداره. شاید یک سال، دو سال، سه سال، ماه، شش ماه آرام باشیم، اما دوباره پس به مو به ثباتی بینظمی سیاسی که امروز است. یعنی آقای سنگدل گفتین که اگر این نشست نتیجه نده به نفع کشورهای منطقه خواهد بود، نامدن سال در افغانستان، جنگ و ناامنی چی سود به کشورهای منطقه؟ خب امریکایی ها تصمیم گرفتن که از این منطقه به هر شکلی که میشه از جنگ باید به نام بیرون شوند، و اونا دو هدف دارن برای ثبات در افغانستان. هدف اولیش نشست است که طالب ها و کشورهای منطقه که پاکستان رول خوب را بازی کرده، رول اساسی را بازی کرده، بین خود بشینن یک حکومت را جور کنن که به اول به نفع پاکستان باشه و به نفع امریکا باشه، دوم به نفع طالب ها، سوم به نفع ملت و حکومت افغانستان. اگر به این شیوه حکومت پیش نره و موانع ها رو حکومت ایجاد بکنه، بعدا پاکستان از طالب ها حمایت میکنه از طریق جنگ، از طریق مسائل جنگ و بدون اینکه جامعه جهانی دخیل شه، کوشش میکنه که قدرت و اقتدار سیاسی افغانستان از طریق جنگ طالب ها بگیره، تا دیدگاه های کلان پاکستان، امریکا و همپیمانان امریکا رو در افغانستان و منطقه تطبیق بکنه. بنابراین در اینجا باید عاقلانه سیاست کرد. حکومت ما پیش از اینکه به چنین شرایطی برسیم، باید این اجازه نده که به یک شرایط ما با وجود بیاید، عملکردهایی را بکنم که منفعت همگی باشه و داشتههایی که خودشان ایجاد کرده با جامعه جهانی حفظ شد. در غیر از او دوباره همو مسائل نظامی به مو خاطر است که طالب ها اگر شما متوجه باشین بالای آتش بس هیچ قبول آتش بس نمیکنن، به خاطر آتش بس قبول نمیکنن که اونا مبرینت یا الترناتیف دوم با خود باقی ماندن، که اگر از مذاکره صحبت جور نامندین ما از طریق جنگ اونا حاکم هستن که میتونن قدرت سیاسی رو بگیرن. به دلیل دیگه در تفاهم نامه که بین امریکایی ها و طالب ها امضا شده گفتن که در مسائل داخلی ما شما حق مداخله را نداریم، و ترامپ هم خودش گفت که ما خود افغان ها را میگذاریم که نظام خود جور بکنن و بین خود جور برن. بنان برای امریکایی های مهم نیست که اگر باز دوباره جنگ داخلی شروع شه و اونا میتونن بسارت بگیرن که این یک کشور است که تنها در جنگ تجربه دارن، مشکل خودشون است، ما در مسائل داخلی کشور مداخله نمیکنیم. درست. آقای سنگدل در اخیر اگر نظرتان داشته باشیم، شما یادآوری کردین که فضای اعتماد هم بین ترکیب هیئت حکومت افغانستان و طالبان هم وجود نداره. از نظر شما چگونه میتونن که اینا اعتماد سازی کرد و بتونن به یک راه حل برسن و همین نتیجه نشست دوحه هم نتیجه مثبت داشته باشه، آنچه که مردم هم امیدوار به خاطر آمدن سال در افغانستان هستند؟
خب اگر شما صحبت های آغاز مذاکره دوره تحلیل کنین، تمام کسانی که خارجی ها بود، داخلی ها و طالب ها، همه ایشان گفتن دو کلمه از اینجا بسیار برجسته بود. کلمه اولی بود که صداقت، کلمه دوم اعتماد. به این معنی است که این مشکل هست، وجود دارد. در اینجا میانجیگر ما پیشتر هم گفته باید باشه، اما پاکستان هم نمیتونه میانجیگری بکنه، دو هم نمیتونه میانجیگری بکنه، آمریکایی هم نمیتونه میانجیگری کنه، به خاطر اینکه طرفین اعتماد بالا از ندارد. در اینجا اگر ما میخواهیم یکی خواست است، برانت خواست بسیار شرط اساسی است که طرف جانبین بخواهد، باید در این یک تیم بی‌غرض متخصص آگاه میانجیگری بکنند تا عوامل و مختلفاتی که در بین هست ترمیم بکنند یا مشوره بدن که طرفین بالا یکی دیگه اعتماد بکنند، به جای از اینکه نظام از بین بره یک جا نظام را بسازند. باید گفت که افغانستان امکان نداره که بدون این سیاسیونی که وجود داره ساخته شد. بنابراین در اینجا موافقتی میشه که تیم متخصص بی‌غرض طرفین روی یک میز بشانن و تفاوت هایی که بین تیم ها هستن برایشان مشوره بده که تفاوت ها کم شده را استایستا و یک جا همشان بالا یک نظام کار کنن، نظامی که جوابگوی برای طرفین و داشته های امروزی ما و همچنان رشد چیزهایی که ما امروز کردیم برای آینده باشه. در غیر از او اگر دو تیم با یکی دیگر به این رقمی که امروز پیش میرن صحبت بکنن، ما فکر نمی کنم که نتیجه بده. بعدا چی میشه؟ فشارهای جامعه جهانی میاد. فشارهای جامعه جهانی که اگر بیایه و منطقه بیایه، به این معنی است که قدرت به توسط زور گرفته میشه، یعنی مثل که در گذشته بود. بنابراین این نتیجه نمیده، دوباره تیم دیگری وجود پیدا حضور پیدا میکنه که خلاف عمو حکومتی که جدید قدرت گرفته خلاف از این باشه، مثل که در گذشته بود. بنابراین در اینجا باید همگی فکر کنیم که تنها نمیتونیم، من باید نباشم، ما باید باشیم و ما میتونیم که آینده مطمئن برای امروز و فردای خود داشته باشیم. در غیر از او به می رقم پاشیدگی ها پیش میرن و منفعتش برای کشورهای منطقه است و به ضرر تشکر باشن. سلامت باشین، سپاس از حضورتان در برنامه. آقای جاوید سنگدل، استاد دانشگاه، ممنونتان.